بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداهم من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تک تک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام و عزیزان همراه برنامه سرزمین عشق. یک بار دیگه به لطف خدا و در جوار حرم مطهر و نازنین آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام مهمون خونه های شما هستیم و این برنامه رو از استودیو شبکه امام حسین علیه السلام تقدیم شما خواهیم کرد. همطور که مستحضر هستید در این شبها در خدمت کارشناس عزیز و ارجمند حاج‌های هدایتی هستیم و انشاءالله با حضورشون مباحث ارزشمندی رو از کتاب مکیال المکارم در باب آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم فدا تقدیم شما خواهیم کرد. ولی که قبل از اینکه وارد بحث بشیم اجازه بفرمایید خدمت این استاد گرانقدر کارشناس محترم عرض ادب و سلام داشته باشم. حاج هدایت سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقتتون بخیر باشه. سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمند. ان شاء الله که این ایام پر خیر و برکت برای همه شیعیان امیر مؤمنان صلوات الله علیه باعث فزونی معرفت و خیر و برکت شود ان شاء الله. الهی آمین. ان شاء الله ان شاء الله. خیلی ممنون و متشکرم. اگر اجازه بفرمایید به همراه حضرت عالی و بینندگان عزیز که بی صبرانه منتظر سلام و زیارت خدمت آقای امام حسین علیه السلام هستند، ما همه با هم عرض ادبی بکنیم خدمت آقای امام حسین علیه السلام. بعد از اون ان شاء الله بحث رو شروع بکنیم. یالله. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. السلام عليك يا قمر العشيرة. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. همطور که مستحضرید دیشب راجع به بحث زیاد شدن نعمت صحبت کردیم و با توجه به مطالبی که در کتاب مکیال و مکارم ناجای هدایتی بهش اشاره فرمودند، خود آقا امام زمان عجل الله تعالی فرج الشریف وجودشون نعمت هست برای همه انسان ها، همه بشریت. حالا کسی قدر این نعمت رو بدونه استفاده خواهد کرد و کسی اگر قدر این نعمت رو ندونه و خدای نکرده جزء منکران و نامردان روزگار باشه، چون مردی و مردانگی ایجاب میکنه که حالا یک نعمت رو وقتی بهش میدن شکر اون رو به جا بیاره، ولی جزو چشم سفیدان اگر باشه این نعمت برای او تبدیل به نقمت خواهد شد. و در اشاره‌ای که دیشب حاجی هدایتی در انتهای بحث خودشون داشتن، این نعمت تبدیل میشه به تمثال زده شده و مثال زده شده به خربوزه ابوجهل یا حنظل اگر اشتباه نکنم، که البته بحث در این زمینه مفصل است. حاجی هدایتی انشالله ادامه مطالب دیشب رو امشب انشالله تکمیل خواهند کرد و بهره خواهیم بود. حاجی هدایتی ببخشید من یه خلاصه مختصر از آنچه دیشب ارائه دادید خدمت بینندگان عرض کنم، انشالله ادامه مبحث در خدمتتون هستیم تا بهره ببرید. خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. السلام على مولانا المهدي و على آبائه. بحث نوبت قبل به اینجا رسید که وجود مقدس امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند که ما نعمتیم برای مؤمن و القمیم برای کافر. چگونه می شود که یک وجود سرتاسر نور با خیر و برکت نعمت بله. تبدیل به نقمت یا القم که در تعبیر شرح این روایت آمده است، مراد از القم حنزل است. حنزل اون میوه تلخه که تلخیش به حدی شدت داره که غیر قابل تحمله. الله
چگونه می شود؟ بعد جالبه، من شرح اول مصنف رو که مرحوم موسوی اصفهانی هست در ذیل این روایت می خونم، بعد یک توضیح کوتاه میدم. القم حنزل است، یعنی خربزه ابو جهل که در تلخی به آن مثل میزنن. البته کافر به خیال فاسد خودش امام را تلخ میپندارد، چون از امام منزجر است. یا این که منظور قیامت است، یعنی دو احتمال. چون کافر در ذهن فاسد خودش، در این ظرف آلوده خودش نمیتواند وجود نورانی و نعمت محض امام را پذیرا باشد، همچون حنزل میدونه اون رو تلخ و غیر قابل تحمل میدونه. مثالش رو ببخشید، مثالش رو اگر بخوایم بدونیم، پیامبر آیات قرآن میخوندن در مکه معظمه. بله. قبل از به گسترش اسلام، یا نه صحبت معمولی، پیامبر صحبت معمولی هم که میکردند، که خودش صحبتشون هم باز خیر است و انقدر جاذبه داشته، این دلیل بر خیر بودن کلام پیامبر هست، که مشرکان میگفتن شما وارد خانه مسجد الحرام میشید، گرد خانه کعبه، انگوش در گوش های خود بگذارید یا پنبه مثلا شیعی بگذارید که این صدا رو نشنوید، چون صداش سحرآمیزه. رضا میدونید که به پیامبر میگفتن ساحر. بله. چرا؟ اون جذبه گفتار که یا در قالب وحی بود یا در کلام قالب کلام حضرت بود، اون خیر خودش رو میرسوند. اونا مانع میشدن، هم قلبا نمیپذیرفتن، هم از نظر به اصطلاح شرایط فیزیکی کاری میکنه که اصلا این صدا به گوششون نرسه. اینجاست که این کلام را به زیبایی معنا میکند، چون اونها در ذهنشون این گونه بوده است، اون رو تلخ میدیدن. یا اینکه منظور این باشد که قیامت است، که مؤمن به خاطر ایمانش به امامان معصوم علیهم السلام به انواع نعمتهای ابدی متنعم است، و کافر به سبب کفرش به امامان علیه السلام دچار عذابهای همیشگی و عقوبتهای دائمی می شود، که این عقوبتها همون حنزله. چگونه این عذابها تلخ و ناگوارند و کشنده و غیر قابل تحمل؟ چرا؟ به خاطر این عدم معرفتشه، به خاطر اینکه شکر نعمت نکرده در این دنیا، کفران نعمت کرده و حقش این هست. این هم در واقع دو وجهش، یک برداشت ذهنی فاسدی که اون غیر مؤمن دارد نسبت به امام، دو اون عذابها آنگونه هستند که حنزلگونه اند برای شخص. اون شخص گناهکار دور از معارف و عدم شناخت امام در قیامت. چهارمین مورد، این که وجود مقدس امام زمان ارواحنا له الفدا از نگاه نقلی، این نعمت است و باعث زیاد شدن نعمت می شود امام زمان. در مجمع البیان از عیاشی به سند خود از حضرت ابو عبدالله صادق، یعنی امام صادق علیه السلام، آمده که فرمود ما خاندان پیامبر همان نعیم هستیم. گفتیم دیشب در جلسه قبل، لتسألن یومئذن عن النعیم، اینجا باز بود روایتی از وجود مقدس امام صادق، تفسیر عیاشی، مکیال المکارم از اون تفسیر نقل میکند که امام صادق فرمودن ما خاندان پیامبر همون نعمتیم. نعمت، یعنی بدون و چون و چرا روز قیامت از اهل بیت صلوات الله علیهم، که یکی از مصادیق بارزش که ما این در واقع توفیق بی‌نظیر رو داریم در زمان آن بزرگواریم، امام زمان ارواحنا له الفدا، که سوال میشه از امام زمان از که این نعمت رو شناختید، که لتسألن یومئذن عن النعیم، که هم تو اشاره فرمودید با لام تأکید و نون تأکید اشاره کرده، اون نعمتی که ازش خدای عزوجل در قیامت از بشر سوال میکنه، مؤمن غیر مؤمن هم نداره، از همه سوال میکنه، از همه سوال میکنه، نعمت ولایت و نعمت ائمه اطهار علیهم السلام هست. ما این رو وقتی خوب بهش رسیدیم، برامون در واقع بیان شد،
وقت بعدن میریم که اگر این نعمت هست آیا شکر این نعمت رو انجام واجب نیست، حتما باید شکر نعمت انجام و اگر شکر این نعمت رو انجام بدیم فواید این شکر چیه؟ چی هست؟ چه بازتابهای فعال در واقع حضور فعال امام زمان رو وقت در زندگیمون ملموس میبینیم، حس میکنیم، درک میکنیم. بسیار. فرمودند که ما خاندان پیامبر همون نعیم هستیم که خداوند بر بندگانش به وجود ما عنایت فرموده و به ما بندگان الفت گرفتند پس از آن که پراکنده بودند، متشتت و پراکنده بودند. محور اتحاد و جمع مردمان پراکنده ما شدیم، امام صادق علیه السلام بفرمایید، و به وسیله ما خداوند متعال دلهایشان را مأنوس نمود. این دلهای مؤمنان که به یک دیگر الفت پیدا میکنن، همدیگر را دوست دارند، این به لطف طفیل وجود این ذوات مقدس معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هستند. یعنی این که مؤمنان همدیگر را دوست دارند، این یک درس خیلی مهم زیبا و جالبیه. این که مؤمنان در کنار دیگر راحت هستند، این که مؤمنان به همدیگر مهرورزی میکنن، این مهرورزی را مدیون وجود امام زمان ارواحنا له الفدا هستیم. با استناد به کلام امام صادق علیه السلام که همه این بزرگواران البته نور واحد هستند، ما در پرتو تجلی آخرین ولی خدا هستیم که هر چقدر تلاش کنیم در باب معرفت این بزرگوار باز کمه. و آنان را برادر ساخت، یعنی در پرتو معرفت ماست، ما ایم که شمعی شدیم تا این مؤمنان پروانوار گرد شمع وجود ما بچرخند و برادر بشوند نسبت به یک دیگر، دلهاشون مأنوس بشه. و آنان را برادر ساخت پس از آن که دشمن بودند و به ما آنان را به اسلام هدایت کرد به وسیله ما، و همین است نعمتی که قطع نمی شود و خداوند از حق نعمتی که بر مردم عنایت فرموده و آن پیامبر و خاندان اوست از آنان سؤال می نواید. این باز در تفسیر شریف مجموع البیان آمده که این روایت رو ذکر می کنه مرحوم موسوی اصفهانی در کتاب شریف مکیال المکاره. بسیار عالی. روایت بعد از کتاب کفایت الاثر و کمال الدین هست، از محمد بن زیاد ازدی روایت کردن که گفت از مولای موسی بن جعفر علیه السلام درباره آیه و اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه، و خداوند نعمتهای ظاهر و باطن خیش را بر شما عنایت کرد. اسبغ یعنی اون نعمتها ریزش پیدا کرد به طرف شما، نازل شد به طرف شما، خداوند عنایت فرموده. سوال کردم، کی میگه؟ این آقای محمد بن زیاد ازدی میگه از امام موسی بن جعفر علیه السلام. سوال کردم این آیه منظورش چیه؟ این آیه آیه 20 سوره مبارکه لقمان هست. بله. این که خداوند میفرماید بر شماها فرو فرستاده شد نعمتهای ظاهری و باطنی. بله. مراد این چی هست؟ نعمتهای ظاهری کدوم و نعمتهای باطنی؟ نعمتهای باطنی چیه؟ امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود نعمت ظاهر امام ظاهر است و نعمت باطن امام خواهد. یعنی 11 امام ما که نعمت ظاهر بودند، امام عصر ارواحنا له الفدا مصداق نعمت باطنی است. این که در قرآن می‌فرماید نعمت ظاهر و باطن بر شما نازل شد، به تعبیر دقیق‌تر اگر بخوایم بگوییم مصداق نعمت ظاهر از نظر قرآن در پرتو آموزه‌های ارزشمند اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین 13 مصداق هستند. از این 14 نور مقدس، 14 معصوم، 13 مصداقش نعمت ظاهری هستند و یک نعمت باطنی که وجود سجود امام زمان ارواح له الفدا هست، که ما این رو با توجه به فرمایش
امام موسی بن جعفر علیه السلام در این برنامه یاد گرفتیم که نعمت ظاهری چیست و نعمت باطنی چیست. راوی گوید پرسیدم آیا از امامان کسی هست که غائب شود؟ چون از امام موسی بن جعفر داره سوال. بله، هنوز آقای امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف نیامده است. به بهانه های مختلف ما بگیم بله. اگر این تعبیر نمیدونم درست باشه، یا به نوعی گویا معصومین صلوات الله علیهم اجمعین 13 معصوم قبل به دنبال این بودند که یک موضوعی مطلبی مطرح بشه، امام زمان رو مطرح بکنم. بله، همچنان که پیامبران قبل درباره امام زمان وعده دادن، درست، همچنان که درباره نبوت پیامبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم وعده دادن پیامبران، درباره امام زمان هم وعده دادن پیامبران پیشین، که اون خودش یک مبحث مستقلی است که به متون به اصطلاح ادیان پیشین، عهد عتیق، عهد قدیم مراجعه کردن و که بحث های مفصل دامنه داری است در این زمینه. آیا بس راوی میگوید، یعنی همین آقای محمد ابن زیاد میگه پرسیدم آیا از امامان کسی هست که غایب شود؟ فرمود آری، شخص او از دیدگان مردم غایب میگردد ولی یادش از دلهای مؤمنان پوشیده نمیماند. یه سوال دارم، یه نکته مهمی در اینجا هست. امام موسی بن جعفر میفرمایند که یادش از دلهای مؤمنین پوشیده نمیماند. سوال من اینه، اگر یاد امام زمان از دل ما پوشیده شد، آیا ما مؤمنی؟ الله اکبر، بله، نتیجه عکسی میشه گرفت. ببینید اصلا معیار و ملاک رو دست ما میده. بله، اگر آن به آن و لحظه به لحظه در قلب و فکر ما امام زمان، حداقل روزی 5 مرتبه، حداقل بله، 5 تا نماز در نمازهای 5 مرتبه، یا بعد نماز، یا در قنوت ها دعای فرج، یا یک کلمه اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان در سجده شکر، بعد از سجده شکر در لباس، یا در قنوت. این حداقل اقلش هست که وقتی به زبان جاری شد، بعد این ملکه میشه در زندگی انسان، در ذهن انسان، دقیقا، در رفتار و کردار و اعمال انسان. میگه تویی که تو نمازت برای امام زمان دعا کردی، حالا اومدی تو بازار دیگه حق بازی و کلک و ربا و نمیدونم سر هم نوع خودت گذاشتن، دیگه اینها برچیده میشه. دقیقا، اونا همه بازتابهای عملی و ارزشمند این حضور فعال در محضر امام زمان و در محضر دعا برای امام زمان هست. لذا میفرمایند آیا از امامان کسی هست؟ آیا فرمودن که اون شخصی که از دیدگان غایب می‌گردد ولی یادش از دلهای مؤمنین پوشیده نمی‌ماند و او 12 تن از ماست. صلوات الله و سلام علیه. خداوند متعال برای او هر سخت را آسان و هر سرکشی را رام گرداند و گنجینه‌های زمین را برایش آشکار می‌سازد. الان شاید این معادنی که استخراج شده و کشف شده یک صدم معادنی که در زمان امام زمان علیه السلام کشف شدن، با استفاده از روایات که داریم فرض میکنیم، وقتی میگویند علم 27 جزء است، کل علمی که بشر قابلیت داره اون رو درک کنه اختراع کنه، اکتشاف کنه، به اون برسه و اون پیشرفت‌های علمی و فناوری‌های پیچیده علمی در همه عرصه‌ها، نجوم، طب و هر و همه رشته های مختلف، میفهمند 27 قسم است، 27 درجه است، 27 جزه، حالا تعبیرهای مختلف. تا امام زمان علیه السلام همه این پیشرفت های علمی، کهکشان ها تا کجا رفتن، توانستن علومی را جمع آوری کنند، چقدر پیشرفت در علوم پزشکی داشتن، در فیزیک، در شیمی، در دیگر علوم، همه اینها 2 جز از این 27 خواهد بود. الله، 25 جزء دیگه اون باقی میمانه زمان امام زمان علیه السلام. وقتی علم این چنین است، خب به طریق اولا این علم است که در خدمت اکتشافات و اختراعات قرار میگیره. معادن و ذخایر به همون میزان در زمان امام زمان بسیار بیشتر کشف میشوند. لذا ثروت که در اختیار امام زمان علیه السلام قرار میگیره
قابل قیاس نیست با ثروت‌های کشف شده موجودی که الان در کره زمین هست. و گنجینه‌های زمین را برایش آشکار می‌سازد. برای کی؟ برای امام زمان ارواح الله الفدا. و هر دوری را برایش نزدیک می‌نماید و هر سرکش خیره سری را هلاک می‌کند. هلاک و به دست او هر شیطان پلیدی را نابود سازد. او فرزند بهترین کنیزان است. به تعبیراتی که در قصه هایی که مربوط به امام زمان علیه السلام هست، که مادر امام زمان علیه السلام حضرت نرجس خاتون کنیز بوده. به نقلی که برخی فرمودن، حالا احتیاج به تحقیق بیشتر هم شاید باشه، که در این که تردیدی نیست که لااقل به عنوان کنیز به اسارت آمده، حالا یا شاهزاده از روم و دربار قیصر روم بوده و یا اینکه باز به خاطر درگیری هایی که بوده، گفتن برخی از قاره آفریقا هست بوده مادر امام زمان. اونی که مشهوره میگن از دربار قیصر روم بوده، در لباس کنیز با اون قصه‌ای که در بالای سلیمان هست و اون قضایا که فکر میکنم مرحوم شیخ عباس قمی هم در متنامل این قصه رو این رو آورده، ولی برخی میگن که به هر حال فرق نمیکنه از این که مادر امام زمان ظاهرش بر این بوده که به عنوان کنیز وارد مدینه وارد سامر را شده و وارد سرزمین عراق شده با اون قصه ای که هست در بارش، حالا به نقل تاریخی که وجود داره. او فرزند بهترین کنیزها هست. اینجا باز یه نکته ظریفی عرض کنم، شاید وقتم داره به سرعت میگذره. ببینید، بهترین در فرهنگ دینی ارتباط به اصل و نسب نداره. یعنی کسی میتواند کنیز باشد، شرافت پیدا بکند، مادر بهترین خلق روی زمین باشد. کسی میتواند اشراف زاده باشد، هند جگرخاری باشد که معصومین فرمودند بعد هر نماز نفرینشون کنید، لعنشون کنید. ببینید، هند یه اشراف زاده بوده. به کجا میرسد که اینجور که در خاطرم هست، امام صادق علیه السلام فرمود بعد هر نماز هند رو لعنت کرده است. پس ملاک اون عنوان و اون پیشینه خانوادگی ملاک نیست. ملاک تخلص. در نزد خدا همون که فرمودن ان اکرمکم عند الله اتقاکم. او فرزند بهترین کنیزان است که ولادتش بر مردم مخفی میماند. بله. ولادت امام زمان ارواح الله الفدا و بردن نامش بر آنها حلال نیست. لذا دستور آمده بود که اصلا ولادت امام زمان، نام امام زمان که هم نام پیامبر است، حتی فقها احتیاط میکردن تا این زمان ما حتی اون اسمی که هم اسم پیامبر هست بیان نمی کنن، لقب رو بیان می کنن که حضرت مهدی، اون ما میم ها میم دال رو بیان نمی کنن. تا اینکه خداوند او را آشکار گرداند، پس زمین را از قسط و عدل پر کند همچنان که از ستم و ظلم پر شده باشد. این در باب اول که ما دلائل عقلی و نقلی رو برای این بیان کردیم که وجود اون امام زمان علیه السلام نعمت هست. بله. حالا وارد این قضیه مطلب میشیم که چه اندازه از وقت این برنامه باقی هست. تقریبا 8 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. بله. ما وارد این بحثیم. حالا که فهمیدیم امام زمان اجمالاً، ببینید، بله، ما مباحث رو داریم خیلی سریع، حالا به تعبیر برخی ساندویچی پیش میبریم که هم برای بینندگان ملال‌آور نباشه، بله، هم این که یک خلاصه از بحث در ذهنشون باشه. ما تا به اینجا از نظر عقل بسیار فشرده، هر کسی میتونه یک تحلیل عقلی خیلی ساده هم داشته باشه که وقتی که در معرض یک ارزش قرار میگیرد، اون ارزش نعمت هست. درست. حالا اون ممکنه جنبه مادی داشته باشه، جنبه معنوی داشته باشه، اون ارزش نعمت هست. پس وقتی که ما در معرض یک نعمت قرار گرفتیم، باید اون نعمت را بفهمیم، بشناسیم، نسبت به اون معرفت پیدا کنیم. حالا که وقت بعد دلائل و شواهدی رو اقامه کردیم که وجود امام زمان علیه السلام از نگاه نقل نعمت است، حالا که
متوجه شدیم وجود امام زمان نعمت هست، شکر این نعمت واجب. شکر این نعمت در زیر مجموعه های از موضوعات متعدد، اون هم باز به شکل خلاصه و فشرده و در عین حال ساده بیان میکنیم که انشاءالله بهرمند بشیم از این ارزش های معنوی که در پرتو آیات قرآن و روایات هست. شکر نعمت واجب است، سرفصل دومی که مورد توجه قرار بدیم در این مقوله. گذشته از این که عقل سلیم به وجود شکر نعمت حکم می کند، اینو دیگه از مسلمات میگیره، میگه دیگه مبحث عقلی رو اینجا توسعه نمیده مصنف و مؤلف کتاب، میگه یه عقل سلیم میفهمه اینو که وقتی یک نعمتی را در مقابلش قرار گرفتی، حالا شکر کن، تشکر کن از برای اون نعمت. آقا یک انسان خیلی معمولی یه لیوان آب دست شما میده، میگه ممنون، تشکر، لطف کردی. یه لقمه غذایی میده، یه غذایی مهیا میکنه برای شما، یه خدمتی میکنه، یه مسیری رو عرضم به حضور شما، شما رو با ماشین میبره، بدرقه میکنه اصلا، بله، شما تشکر میکنی. اصلا آنقدر بدیهی از نظر عقل که ناخودآگاه این لفظ تشکر، ممنونم، حالا هر کس در هر فرهنگی با هر زبونی هست، به زبانش جاری میشه. بله. لذا این مبحث عقلی رو اگه توسعه نمیده در باب به اصطلاح شکر نعمت، میفرماید که عقل سلیم اینو میدونه که واجبه، کاملا طبیعی. حالا در این زمینه آیاتی اقامه در این شده که این اهمیت مطلب رو بیشتر برای ما بیان میکنه. آیاتی از قرآن نیست بر این معنا دلالت داره، از جمله فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون، آیه 152 سوره مبارکه بقره. خداوند تبارک و تعالی فرمود پس من رو یاد کنید. به وقتی منو یاد کردید، به تعبیر دیگه من هم شما باید یاد. اول تو منو یاد کنی تا من از تو یاد کنم. باید همیشه اون مادون به ما فوق ابراز ارادتش رو نشون دهد. مرا یاد کنید، شما را یاد کنم و برای من شکر گذارید و نعمتهای مرا کفران مکنید. آیه بعد و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. این دومین شاهد است از آیه قرآن که این آیه 7 سوره ابراهیم هست. در مقاطع دیگه بحث ما به مرور باز به این آیه برخواهیم گشت، به آیه 7 سوره مبارکه ابراهیم، به عبارت دیگه استفاده کاربردیش در این مباحث ما زیاد هست، به عنوان شاهد به او استناد خواهیم کرد، این در نظر بیارید. لذا این آیه بسیار کلیدی و اساسی هست برای این گونه مباحث که خصوصا در ادامهش لئن شکرتم لأزیدنکم، یعنی در واقع شرط ازدیاد نعمت شکر است. این شرط نباشه اون منتفی میشه اون پیامدش. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. نکته مهمی اینجا هست چون وقت به پایان رسیده، فقط من ترجمه اجمالی و به یاد دارید که پروردگارتان اعلام کرد اگر شکر گذارید شما را می افزایم و اگر کفران ورزید هر آینه عذابم شدید است. درباره این آیه توضیحی یه نکته خاصی هست، انشاءالله جلسه بعد به اون خواهیم پرداخت. انشاءالله. خیلی ممنونم، متشکرم. حضای هدایتی بسیار بسیار استفاده کردیم و الحمدلله امشب هم به لطف خدای عزوجل و با بیان شیوا و شیرین شما از این کتاب ارزشمند مکیال المکارم جنبه های ارزشمندی از وجود آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو که نعمت بودن حضرت هست رو برای ما مشخص کردید. خدا رو شاکریم از این که یک چنین نعمتی رو به ما ارزانی داشته و نعمت موالات، نعمت نزدیکی، نعمت محبت و دوست داشتن اهل بیت عصمت و طهارت رو هم به ما عنایت کرده. خود ذوات مقدس اهل بیت عصمت و طهارت نعمتند و حتما همینطور هست. اینکه ما دلهای ما به سمت این
عزیزان به سمت این بزرگواران متمایل هست، این هم خودش نعمتی جداگانه است. به این رسیدیم که این نعمت رو باید شکر کنیم. حالا بعد هم که این مطلب کامل شد که شکر کنیم، حالا چگونه شکر؟ چگونه شکر کنیم؟ بسیار عالی، بسیار عالی، و انشالله که بتونیم از شاکران حقیقی برای این نعمت باشیم. خیلی ممنون و متشکرم. وقت برنامه رو به اتمام هست. بسیار سپاسگزارم از حضرت‌عالی، از شما بینندگان عزیز و ارجمند هم سپاسگزارم از اینکه تا به این لحظه با برنامه سرزمین عشق همراه بود. هر کجا که هستید صحیح و سالم و پیروز و سربلند باشید. ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید و تا اداره بعد همه شما را به خدای بزرگ و منان بسپارم. التماس دعا و یا علی. مهر تو ای حسین جان از دل کشد زبونه، مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه. مولای من حسین جان، آقای من